سلام، صبح بخیر افغانستان. امروز جمعه 21 دلو سال 1401 مصادف است به 2 فوریه سال 2023 میلادی و هنوز 2 رجب سال 1444 قمری. من نظیر عظیم کریمی استم و طبق معمول توجه کنید به بسته خبری افغانستان و جهان از انکی میدیا. در آغاز توجه نمایید به آخرین جزئیات از زمین لرزه اخیر ترکیه و سوریه. هپسی ایش باشنده İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که شمار قربانیان زلزله در ترکیه تا کنون به 16546 تن و تعداد زخمی های این رویداد به 66132 نفر افزایش یافت. آقای اردوغان که برای بررسی عملیات نجات و بازدید از زلزله زدگان وارد ولایت های زلزله زده شده است میگوید که در جریان یک سال برای شهروندان خود در 10 ولایت زلزله زده خانه های جدید را اعمار می کند. رجب طیب اردوغان همچنان پذیرفته که دولت با مشکلات روبرو شده، اما با وجود این همه از نظر او اوضاع در حال حاضر تحت کنترل است. نظیره جان سلام علیکم. خواهر عزیز زینه از کرای ازبکستان آمدن در خدمت آمدن، برشان اینجا برین برشان تیار کردیم، برشان برین تیار کردیم در خدمتشان آمدن، در خدمت ما افغان آمدن، خداوند برشان اجر نصیب کنه. این از کرای کلوچ از کرای ازبکستان است، ببینین آمدن در اینجا در خدمت مردم افغان آمدن، ماشاءالله خداوند برشان اجر بده. اینجا کلگی برشان دیگ برین برشان ما مختکیم، کلگی مردم خدمتگارا رو برشان برین جور کردیم که بخورن و کار کنن. نظیری بلدینگا کسایی که در زیر خاک ماندن بکشن، در خدمت آمدن، ماشاءالله خدا اجر بده. بیادر این حالت افغانایی تانسته، خداوند دیگه رحم کنه، خداوند رحم کنه، امارا چپه شده، خداوند رحم کنه سری کلگی مسلمان ها. در این حال شمار قربانیان این زلزله در سوریه دست کم به 3162 نفر و آمار مجروحین نیز به 5235 تن رسید. به دنبال این زمین لرزه بند خاکی دریای آسی در علب شکسته و قریه تلول زیر آب رفته است. از سوی دیگر استیفن ویمر رئیس مرکز زلزله شناسی سوئیس و یک زمین شناس برجسته میگوید که در 100 سال اخیر زمین لرزه به این بزرگی در ترکیه رخ نداده است. ویمر با اشاره به این که پس لرزه ها برای روزها، هفته ها و حتی ماه ها پس از زلزله های بزرگ ادامه می یابد تاکید کرد که بازگشت زمان از تعداد و شدت پس لرزه ها کاسته می شود. مارم نفر است، زیر مارم نفر است نی؟ این مارم از عربستان بوده نی؟ بچه ها این بچه ها از مراد نه؟ در زیرش مارم نفر مانده؟ گترن لیله هیلال کانتنری آی ما رسید به الحمدلله دیگه نه او ما رسید او الحمدلله تمام ماشاءالله. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان افغان گزارش می‌دهد که 13.8 میلیون دختر و زن در افغانستان در سال 2023 به کمک‌های بشری نیازمند هستند. این اداره سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که ممنوعیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نقص حقوق اولیه بشری و اصول بشری بوده و زنان و دختران افغان با تهدید شدید کمبود مواد غذایی و سرپناه مواجه شده اند. در ادامه این توییت آمده است که این وضعیت امنیت زنان افغان را نیز به خطر انداخته است. این در حال است که قبل از این به شمول سازمان ملل متحد، سازمان‌های مختلف جهانی نیز گفته بودند که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان نیمه از نفوذ افغانستان را از کمک‌های جهانی محروم می‌کند. طالبان به محض این که به افغانستان دوباره مسلط شدند، درهای مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن دختران را نیز از تحصیلات عالی محروم کردند. مقامات آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که مسدود شدن دارایی نقدی بانک مرکزی افغانستان طالبان را متقاعد نساخته است تا در رفتار خود تغییر وارد کنند. دسترسی به این پول مشروط به استقلال و مقررات ضد تروریسم در بانک مرکزی است، اما طالبان فردی را که در لیست سیاه آمریکا قرار دارد رئیس این بانک تعیین کرده است.
به گفته مقامات آمریکایی که این روزنامه نام از آنها نبرده است، با سقوط حکومت جمهوریت ایالات متحده آمریکا 7 میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد تا از آن به عنوان ابزار فشار بر طالبان استفاده کند. سپس آمریکا اعلام کرد که نیمی از این پول‌ها را به منظور جبران خسارات قربانیان حملات 11 سپتامبر کنار می‌گذارد و نیم دیگر را در یک صندوق امانت در سوئیس نگه می‌دارد تا برای بهبود وضعیت مردم افغانستان استفاده شود. او همچنان افزود که هیچ تضمینی وجود ندارد که ارائه یا توقف این کمک‌ها بر رفتار طالبان تأثیر بگذارد. بلومبرگ به نقل از مقامات سازمان ملل متحد گزارش کرده است که داعش سفارت‌های چین، هند و ایران را در افغانستان تهدید کرده است. بر اساس گزارش این رسانه، مقامات سازمان ملل متحد گفتند که داعش با این تهدید سعی می‌کند طالبان را از کشورهایی که متحد دیپلماتیک طالبان هستند منزوی کنند. با گزارش بلومبرگ، تهدید داعش علیه سفارتخانه‌ها در کابل بخشی از اطلاعات و یافته‌های گزارش سازمان ملل متحد است. قرار است مقامات سازمان ملل متحد گزارش خود را بر روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه نمایند. در این گزارش آمده است که داعش تلاش دارد تا با چنین تهدیدهای روابط بین طالبان و کشورهای مهم منطقه را تضعیف کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بر روز یکشنبه تایید کرد که دیپلمات‌های عربستان کابل را ترک کردند. او میگوید که این دیپلمات‌ها به دلایل فنی به طور موقت از کابل خارج شدند و پس از یک هفته دوباره به این شهر برخواهند گشت. سخنگوی طالبان میگوید هیچ مدرک مشخص مبنی بر کشته شدن رهبر القاعده در کابل وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با شبکه خبری طلوع نیوز در افغانستان گفت که بنابر تحقیقات آنها هیچ مدرک واضح مبنی بر اثبات کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله پهپاد آمریکایی تاکنون پیدا نشده است. او گفته است که ما هنوز به نتیجه نرسیده ایم. هیچ دلیل روشن و قاطعی برای اثبات وقوع چنین حادثه‌ای وجود ندارد. هنوز در حد ادعا است. امریکا در 31 جولای سال 2022 کشته شدن الزواهری در کابل در پی یک عملیات ویژه پهپادی را اعلام کرد. اگرچه طالبان حضور و کشته شدن او را تاکنون تایید نکردند، اما بارها این عمله هوایی را نقص آشکار اصول بین المللی و توافق دو خواندند. این بود بسته خبری صبحانه صبح بخیر افغانستان از NK میدیا. برای بهبود برنامه منتظر دیدگاه ها و نظرات شما عزیزان هستیم. اگر برنامه خوشت آمد، ویدیو را لایک کنین و اگر بدلتان نبود، باز آزادانه میتونین که ویدیو را دیسلایک کنین. اما به هر حال با دوستان عزیز خود شریک نمایید. من نظیر عظیم کریمی هستم و به اتفاق همکارانم روز خوش برایتان آرزو میکنم.